بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینندگان عزیز وقت شما بخیر توجه نمایید به بسته خبری ساعت ده از تلویزیون تمدن سفر چند ساعته وزیر خارجه امریکا به بغداد با اعتراضات گسترده مردم و احزاب سیاسی عراق روبرو شد. معترضان عراقی با تجمع در میدان اتحری در مرکز بغداد آنتون بلنکن را بدرقه کرده و سفر وی به کشورشان را محکوم کردند. معترضان تصویر جو بایدن را همراه با پرچم رژیم اسرائیل و امریکا لگدمال کردند و سپس آنها را به آتش کشیدند. وزیر خارجه امریکا پس از دیدار با نخست وزیر عراق در یک نشست خبری گفت که در گیری با ایران نیست اما همه اقدامات لازم برای حفاظت از نیروها و ادبای خود را اتخاذ می کند همزمان با این منابع خبری اعلام کردند که صبح امروز مقر نظامیان امریکایی در فرودگاه اربیل واقع در شمال عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفته است روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان وارد پنجمین روز شد مقام های پاکستانی اعلام کردند که تنها در یک شبانه روز گذشته حدود 15 هزار مهاجر افغان از آن کشور به افغانستان بازگشتند همزمان با این دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده که مهاجران دارای اسناد از جمله کارت های پی و, آر و ای سی سی از روند اخراج معاف هستند با این حال سازمان های بین المللی همچنان خواهان تجدید نظر دولت پاکستان در تصمیمش بر اخراج اجباری مهاجران افغان هستند دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با مولا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر دیدار گفت و گفتگو کرد علی اکبر احمدیان در این دیدار گفت ایران از استقلال ثبات و پیشرفت افغانستان حمایت می کند آقای احمدیان همچنان بر همکاری با کابل در حوزه های مختلف از جمله امور تجاری و صنعتی حمل و نقل کشاورزی تامین حقابه ایران و افزایش همکاری در حوزه آبی تاکید کرده ملا عبدالغنی برادر نیز در این دیدار خواهان توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری به ویژه فعال کردن حوزه ترانزیت بندر چابهار و همکاری در حوزه حمل و نقل هوایی شده است همزمان با فرارسیدن فصل سرما باشندگان غزنی از افزایش بهای به مواد گرمایشی شکایت دارند آنان میگویند فقر و بیکاری و افزایش قیمت زغال سنگ و چوب توان خرید را از آنان گرفته با این حال فروشندگان دلیل بلند رفتن نرخ مواد گرمایشی را مسدود بودن شاهراه سالنگ و افزایش کرایه موترهای باربری عنوان کردند ریاست شهرداری غزنی اما گفت برای جلوگیری از گرانفروشی نرخ نرخنامه تعیین خواهد شد صد بانو از یک دوره آموزش های رایگان خیاطی و هنری فارغ شدند برگزار کنندگان این برنامه از حکومت و خیرین خواستند در بخش آموزش و ارتقای ظرفیت بانوان همکاری کنند شرکت کنندگان نیز از حکومت خواستند در به مکتب ها و دانشگاه ها را برای دختران و زنان باز کند با پایان بسته خبر این ساعت رسیدیم سپاسگزارم از توجه شما بقیه روز خوش خدا نگهدار